سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر رجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. 39 سال میهن پرستان، عاشقان ایران آریایی به یه مش روزخان میخوان تفهیم بکنن، بفهمونن به این اراذل اوباش، به این لایولجنهای اجتماع که مملکت داری، کشورداری، حکومت داری، سیاست کار یه مش روزخان نیست. سیاست داری، مملکت داری که زیارتنامه خانی که نیست، نماز قفیله که نیست، نماز جمعه و نماز میت و نماز شب و نماز نصف شب و نماز دم صبح و بیشعورا سیاست مدار میخواد. وقتی که خاتون رو میکنین تو کفش بزرگتر، حالا باید اینطوری بمونید تو گل. بارها من به دوستانم عرض کردم در طول این سالها که هیچ چیزی سر جاش نیست. هیچ کس در این
39 سال سر جای خودش نیست. بارها هم مثالای آوردم، مثلا فرض بفرمایید خانم و آقایونی که در ایران مشاغلی داشتن، حالا مهم نیست، کارمند بانک بودن، معلم بودن، استاد بودن، راننده تاکسی بودن، راننده کامیون بودن، خاربار فروش بودن، رستوران داشتن، حالا هر شغلی که داشتن، به بعد حادثه که اومدن خارج از کشور مشاغل دیگه ای پیدا کردن، یعنی پیدا نکردن، مجبور شدن. مثل بعضی از نظامیان عزیز ما که مثلا خلبان بودن، خلبان F4 F5 هستن در همین آلمان، در فرانسه هستن، که متاسفانه خب وقتی اومدن تو خارج از کشور دیگه نتونسته بره عضو ارتش آلمان یا فرانسه بشه که بره بشه خلبان F4 F5، مجبور شده در بهترین حالتش مثلا بره یه مغازه کوچیکی باز کنه، یعنی سر جای خودش نیست. یا مثلا حضراتی در ایران فرض بفرمایید در بازار در کار مسائل خرید و فروش بودن، حالا اومدن خارج از کشور مثلا فرض بفرمایید رفتن تو کار رسانه‌های گروهی، البته همچنان دارن کاسبی رو ادامه میدن. عرازل اوباش آخوند کارشون چی بوده تو ایران هممون میدونیم، روزخانی، زیارتنامه‌خانی، پرت و پلاگویی، یه نفر بمیره برن واسه مرده نماز میت بذارن، چرت و پرت بگن، بعد بگن نمیدونم انتر منتره، منتر انکره، که اون یارو شب اول قبر میاد، ایشان راجع به اون پرت و پلا بگن. بعد یا مثلا دو نفر میخوام با هم عروسی بکنن، اون فضول بک پاشه بیاد اونجا بگه که مثلا دوشیزه مکرمه محترمه معظمه هم تایی ببافه، آیا شما حاضری به عقد ازدواج فلان در بیاد اینا. این دیگه اوج هنرنماییشون بوده، که البته دیگه این اواخر لباس درست حسابی میپوشیدن، با اون عوا و عمامه و با اون ترکیب مردشور بردشون دیگه کسی راشون نمیداد تو مراسم عقد اینا بیاد. و بعد هم سر منبر بگن مثلا امام حسین در کربلا اینطوری، که هر سالم بیان یه چیزی چاخان پاخانی ببندم به دنباله این جریان کربلا و کوفه و نمیدونم همین مزخرف اینا در همین حد بودن. مثلا فرض بفرمایید اکبر دزده بشه رئیس جمهور، چی به خواب شبش میدی؟ علی شیره‌ای بشه رهبر، خود اون بیمار روانی روح الله الموسوی الخمینی اون بیاد بشه رهبر انقلاب، یا مثلا موسوی اردبیلی گربگور شده مثلا بیاد بشه رئیس دیوان عالی کشور، یعنی خیلی مقامه. شیخ صادق خلخالی تمام عمرای ارتشو بذاره جلوی جوخه اعدام به عنوان چی؟ رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، یا رئی شهری، یا اون ویلانی. آی شیخ علی منتظری گربه نره بشه معاون اون بیمار روانی و بقیه ماجرا، کی به خواب شبش میدی؟ اما بر اساس اون توطئه بین المللی، اون کمربند سبز جیمی کارتر، اون بی سواد بی شعور ابله جنایتکار امریکایی بادام فروش بود، و سایر عرازل اوباش، هلموت شمیت آلمانی، ژیسکار دستان فرانسوی و جیمز کالاهان انگلیسی که مرکز همون انگلیس بود. این اسامی رو، این چهار نفر رو اینقدر بگید تا این تو ملکه ذهنتون باشه، که یادمون نره بعد از قادسیه که عمر خطاب به اون حمله کرد، 1400 سال بعد هلموت شمیت صدر اعظم آلمان، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس و جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا به ما حمله کردن. یه دو سه تا دنبالشون هم بودن، مثل اون برژنسکی و عرض کنن سایلوس فانس و اون جرار هایزر و بقیه ماجرا، سالیوان سفیرشون در ایران و اون یکی پارسونز سفیر انگلیس در ایران که بعد از شورش 57 شد نماینده انگلیس در سازمان ملل و بعد لقب سر گرفت، از همین مردشور برده که به خوش میگه ملکه، خدا رو شد که دیگه الزایمر گرفته، قاچاقی داره راه میره، همه چیش هم قاچاقه، قلبش، رودش، معده‌اش، قورش، اورش، همه چیز قاچاقه، همه مثل طلاهایی که به خوش آبزون کرده، دزدنده، دزدان دریایی هم. برحال این عرازل اوباش اومدن تکیه زدن بر جای بزرگان، یعنی وزیر امور خارجه دوران شاهنشاه آریامهر خلعتبری روح شاد که یک کار تاریخی انجام داد در مورد اون قرارداد الجزایر، الان مثلا جاش بیاد بشینه که جواد نلبند. به جای علازت شاهنشاه آریامهر
با اون عظمت، با چقدر خوشتیپ، چقدر اصلا آدم دوست داشت 10 ساعت بشینه تیپ این شاه مملکت نگاه کنه، طرز بیانش، گفتگوش، تسلطش به دو زبان بیگانه، شخصیتش، انسان دوستیش، مرامش، لوتیگریش، معرفتش، تمام این صفات انسانیش آدم دوست داشت بشینه آدمو نگاه کنه. بعد مثلا اون خدا بیامرز بره مثلا خمینی به جای اونه بگیره، یه بیمار روانی، مثلا این چیه، او چیه، چرا این جوریه، چرا او جوریه، این چی میگفتی مرجع احمد؟ جای امیر عباس و هویدا نخست وزیر مملکت که 13 سال یک قرون نذاشت رو اجناس بره بالا، هرچی قیمتش بالا میرفت حقوق هم بالا میرفت. تورم در دوران امیر عباس و هویدا نبود، اگر بود خیلی پایین بود، خیلی اصلا به چش نمی اومد. بعد مثلا نخست وزیر مملکت بیاد بشه محمد علی رجایی، چه کاره بوده؟ یه اعمال بود تو گوربانسای ارتش بود، اینقدر نخود لوبیا از ارتش دزدید بیرونش کرد. به جای اون بزرگان مملکت مثلا به جای تیمسار رحیمی، خدا منو ببخش من دارم مقایسه میکنم، به جای تیمسار رحیمی، خسرودا، جهانبانی، ناجی، اویسی و تیمسار نشاط، تیمسار خسروانی، آیت محقق و خیلی ها، خیلی از این بزرگان، تیمسار نصیری مثلا، فیروز آبادی بیاد بشه فرمانده، محمد علی جعفری هروئینی، سردار سلیمانی هروئینی موادی، یا یکیشون هست قبلا این چیز بوده، فرمانده بوده، فرمانده سپاه بوده به نام سردار منصوری. و حضورتون عرض کنم که رسما خودش داره میگه، این سردار منصوری خودش داره میگه، میگه آقا ما دزدیم ولی داریم از جیب خودمون میدزدیم، یعنی داریم از ملت ایران میدزدیم. یعنی یکی باید بهش بگه دست درد نکنه، دمت گرم، یک دست خسته نباشین مفصل، به خودت و علی شیره‌ای و بقیه اراذل و قباش گفت دمت گرم، از خود از ملت دارید میدزدی. بلایی به سرتون بیاریم. یه مثال آلمانی‌ها دارن، میگن کسی که آخر بخنده خوب میخنده، خنده تو راهه دیگه، نمیگم که دوزاریتون بیفته، کشیده‌ای داره میاد، کشیده‌ای داره میاد که وقتی خوردید صدام یادتون میاد چجوری تو فاضلاب کشیدنش بیرون، شانس آورد، شانس آورد که همشهریاش تو تکریت بود، کجا بود، دل دهاته، از اون سوراخ فاضلاب کشیدنش بیرون، به اونجا هم نمیرسید. یعنی شنیدید میگن سوراخ موشو میخریدن مثلا، یارو ترسو سوراخ موشو میخرید، به سوراخ موش هم نمیرسید، نمیدونید چه سونامی در راهه. اونایی که میدونن دارن در میرن، بقیه تو نمیتونید در. مثلا ولایتی آمپول زنه کجا میخواد دره، کمال خره رازی کجا میخواد دره، جواد نلبن، حسن هفخر کجا میخواین درین، احمدی نژاد و محمود مشن کجا میخواین درین، کجا میخواین فرار کنین، بچهای رفسنجانی کجا میخواین فرار کنن، سرداران سپاه و محسن رضایی و برادران لاریجانی و اون یارو عراقیه که میگه من سخنگوی دولت هم، یک دزد بیشرف بی پدر و مادری، همشون البته، همشون، علی شیره و فامیلش، دخترش، زنش، کجا میخواین دری؟ کجا رو دارید که برید؟ به تنها کسی که شما فوش خارمادر ندادید به کره مریخ، هیچ جا قبولتون نمیکنن، حتی مناطق به قول خودتون محروم فلسطین، حتی جنوب لبنان، هیچ کدوم از شیعیان منطقه تره که چرز کنم علف هم خورده میکنن جلوتون بریزن که بجرید، کارتون تمومه. و چون کارتون تمومه میشینی تو اتاقای فکر، مردشون رو فکر کردنتون رو ببرن، چون وقتی به جای اون 450 گرم مغزی که با تو سر هر انسان باشه، تو سر شما پهنه، تو سر رهبرتون هم پهن بود، همونم که رفته بود تو خار، تو سر اونم پهن بود. به جای اینکه بیان بگن ملت غلط کردیم، نفهمیدیم، به قبر پدر اول و آخر علی شیره‌ای و اون بیمار روانی روح الله الموسوی الخمینی لعنت الله، به قبر پدر هممون خندیدیم، غلط کردیم، نفهمیدید، ما رو مورد عفو قرار بدید، یه نفر بفرستید بیاد واشنگتن به اعلیحضرت بگن که اعلیحضرت ما رو ببخش، غلط کردیم، تو رو به خدا، تو رو به ارواح پدرت، تو رو به روح خواهرت، برادرت، یه جوری ما رو از خشم این ملت نجات بده، ما میدونیم قراره چه تیکه تیکه ای بشیم، بی پدر و مادرها میشینن تو اتاق فکر برای خودشون طرح میذارن، چیکار کنیم؟ حاج آقا 250,000 دلار تو دست و پای مثلا حاجی شمسعلی قرنپلی علی آقا هست، همون که حلبی میسازه تو توی بازار، چه بدونم مثلا زغال فروش، پهن فروش، اینا توی حدن دیگه، مثلا مرسدس بنز که نمیفروشن که، یا مثلا داره چه بدونم
سکه میفروشه، حالا هر غلطی میکنه، تخمه میفروشه. خب ما میدونیم یه 250,000 دلار توی مثلا تومونش این دوخته شبا میخوابه. خب اونو وارد کنیم بریزیم تو بازار، یه شوکی بدیم به دلار. و دوستان ما هم همیهنان ما هم به فاصله شروع میشه. یک هفته یعنی یه هفته همین دو سه روزه، چه خبره، چه غمزنیه تو این دنیای مجازی. دلار شد 14,000 تومان، یک ساعت پیش دلار شد 13,000 تومان. الو بشتابید، حراج واقعی، توجه توجه، دلار سر چهارراه حسن علی قلی خان شد 9,000 تومان. آقای احمدی نظر شما چیه؟ من اصلا به هیچ کس هیچی نگفتم، گفتم تا چهارشنبه انشالله میام خدمتتون یه دوربین، چون نمیتونم دونه دونه بهتون بگم که چه خبره. من موندم واقعا از دست این ملت ایران که الهی من قربونتون برم، ما عجب ملتی هستیم. یه موقع از اون سوراخ سوزنه رد نمیشیم، رد میشیم، یه موقع از اون دروازه هستش که توی خیابون توی تهران بود مال وزارت امور خارجه طرف حسن آباد، یه موقع از در اون دروازه هم رد نمیشیم. رو چه حسابی میشینید دنبال این بازی ها میرید؟ من موندم، من حیرونم واقعا. بعد از گذشت این همه سال یه ملتی یک مرتبه اینطوری بیاد بیفته دنبال یه بازی، خدا شاهد من حیرون. حالا من میدونم همتون نیستید، ولی بدون تعارف یه عدتون هستید، حتی همونایی که مخالفید، همونام که تو تظاهرات میگید مرگ بر جمهوری اسلامی. آخه چرا این کارو میکنید؟ حساب دو دو تا چهار تا است. فرقه تبهکاران ورشکست شده است، احتیاج به پول دارد. آن مرد رفت، یادتون میاد دیکته به ما میگفتن؟ آن مرد رفت. یکم نمیومد بپرس آخه چرا آن مرد رفت، اصلا چرا رفت، کجا رفت. ما مینوشتیم آن مرد رفت، هر نفس که فرو میرود ممد حیات است. معلمه مقصد اینطوری میگفت که ما با حیات تو خونه مادر بزرگ اشتباه نگیریم، منظور اون حیات نیست، هر نفس که فرو میرود ممد حیات است. آخر ما حیات رو با ته دستدار مینوشتیم، چون گیج بودی. من به فکر این بودم که این دیکته رو این امتحانه رو بدم سری برم ببینم امجدی امروز پرسپولیس با زبان اصفهان کارش به کجا میرسه. اون یکی منتظر بود با دوست دخترش خودشو برسونه به سینما، اون یکی منتظر بود تای سیگارشو که ساعت 10 صبح کشیده تو توالت بره بقیشو بیرون بکشه. هر کی منتظر بود، هر کدوم از دانش آموزان محترم، چه دختر چه پسر، منتظر بودن که می‌خواد بره سینمایی که می‌خواد سیگار بکشه، یکم می‌خواد بره استادیوم، یکم مثلا می‌خواد بره خیابونا حلافی کنه. برای همین ما مینوشتیم آن مرد رفت، بی خودکی هم رفت، اصلا ما نفهمیدیم چرا رفت، اصلا کجا رفت، فقط ما می‌شیم آن مرد رفت. ما ملت فقط دنبال آن مرد رفتیم، بعد نمیپرسیم که آخه چرا، چطوری امکان داره دلاری که مثلا میگم به طور مثال، شما مثلا تو کار ارزم یه چیزی میدونم، مثلا از این اسکناس خوشم نمیاد، از این چیزای مالی خوشم نمیاد، چون میدونم پول آدمو خراب میکنه، بدطوری هم خراب میکنه، اصلا بی شخصیت میکنه. کسی که دنبال پول میره بی شخصیت میشه. پول یه وسیله برای اینکه زندگی کنی، همین، نه که قصر رو قصر درست کنی، چون همه به خودتون برید تو قبر، که یه پول باید یه مقداری باشه که دست جوری کسی دراز نشه بتون زندگی کنی. به هر حال فرض بفهمید دلار 20,000 تومان بوده، به طور مثال میگم 4 روز پیش 3 روز پیش، یک مرتبه این دلاره میشه 15,000 تومان. دو دو تا 4 تا، من ریاضیم خیلی وضعش بده، پدرم خدا رحمتش کنه میگفت 2 3 تا، میگفتم 6 تا، بعد میگفت 3 2 تا، جوابی نداشتم بدم. میگو پسرم 2 3 تا، میگم 6 تا، میگو 3 2 تا، جوابی نداشتم بده. بعد روز ریاضیم خیلی خرابه، اما دیگه انقدر خراب نیست که اینو متوجه نشم. دلار 20,000 تومان بوده، یه مرتبه میشه 15,000 تومان، 16,000، 17,000 تومان، بالاخره 2,000 تومان میاد پایین. اولین پرسش اینجاست، چرا حضرت آقا امام زمان از توی جمع‌کران دلار آوردید تو دستپای مردم؟ نه. خب پس چی شد؟ یا دولت دلار داشته رو نکرده، خواسته ملت رو یه شوک به بازار بده، ملت رو سکته بندازه، نمیدونم، بالاخره یه نقشه‌ای داشته دیگه. پس این دولت پول داره، پس دولت پولداریه. یا این دولت پول نداره، داره خالی میبنده، دروغ میگه، چاخان میگه، چرت پرت میگه. حالت اولش امکانش نیست، یا اگر باشه خیلی ضعیفه، امکان زیر 10%.
چون دولتی که پول داشته باشه سینه سپر میکنه با همسه جلوی امریکا و اسرائیل، میگه هیچ غلطی نمیتونید بکنید، پول دارم پولو هر موقع دلم بخواد میریزم دست پای مردم، ملت خودمو گرسنه سیر نگر میدارم تا یه حدودی، نه زیاد سیر ولی نگرش میدارم، من اون امکانات اولیه رو به مردم میدم که این مردم به خاطر مسئله گرسنگی و فقر و اقتصادی تو خیابون نیا. پس این نشونه که دولت پول نداره، برشکسته شده. او بنابراین میمونه مطلب دوم، بند دوم، نکته دوم چیه؟ دولت داره خالی میبنده. این احتمالش خیلی زیاده، بالای 90%. چرا؟ چون این دولت یه دولت دروغگوه، از روز اول با چاخان پاخان و دروغ و حقه بازی و شیادی و شالاتان بازی و کلاوردن اومدن سر کار. واسه همین یه مش کلاوردن هم طرفدار اینا هستن، چه داخل چه خارج فرقی هم نمیکنه، با کراوات بی کراوات، یه مش حقه باز دنبال اینا، طرفدار اینا، اصلاحات بازی و سبز بازی و حالا بذار ببینیم چی میشه و با آبی فیروزه‌ای نرید و با سفید برید. این احتمالش خیلی زیاده، بالای 90%. چرا؟ چون این دولت یه دولت دروغگوه، از روز اول با چاخان پاخان و دروغ و حقه بازی و شیادی و شالاتان بازی و کلاوردن اومدن سر کار. واسه همین یه مش کلاوردن هم طرفدار اینا هستن، چه داخل چه خارج فرقی هم نمیکنه، با کراوات بی کراوات، یه مش حقه باز دنبال اینا، طرفدار اینا، اصلاحات بازی و سبز بازی و حالا بذار ببینیم چی میشه و با آبی فیروزه‌ای نرید و با سفید برید و با بنفش برید و اینا یه کسی هستن که دنبال این جریانه. اوکی؟ خب پس دولتی که اومده داره به ما چاخان میگه و در طول این 39 سال اینقدر به ما دروغ گفته، پس ما دلارمون حالا 100 دلار تو خونمون داریم، 500 دلار داریم، 1000 دلار داریم، هر چی، چون هر کدوم ایرانیایی که اونایی که در حال رفت اومدن به خارج از کشور میخوان خانواده‌هاشون رو ببینن، مریضن، حالا بر طریقی تو خونه‌اش یه 2-3000 دلاری پول دارن، خب آقا چه این 2-3000 دلار رو نریم از دست بدیم، اینو نگه داریم، همه ریختن تو بازار، هیچ کس فروشنده نیست، همه خریدارن. از این بالاتر من دلار گذاشتم تو جیبم رفتم بازار، آقا دلار می‌خری؟ بله با کمال می، چند اعلام کردن دیگه، دولت اعلام کرده 15000 تومان، البته من نمی‌خوام 15 تومان چون همین الان دوباره شده 14000 تومان، بیشتر بترسونن. آقا با چی قربونت بر من 2000 دلار دادن به 14000 تومان به من بده. عمل می‌خره، از اون می‌خره، از اون می‌خره، از اون می‌خره، اون مبلغ مورد نظر، دلار مورد نظر رو دولت جمع می‌کنه تو کاسه خودش. چی می‌فروشه دلار رو؟ عوامل خودشو. چیکار می‌کنم پولو؟ می‌ذارمش تو بانک. تبدیل به چی میکنن؟ تبدیل میکنن به جنس، میفروشنش به من و تو یا هر چی، دلار تو دستشه. حالا دولت صاحب پول شده. چرا؟ چون اون پولی که دست شما هست تو ایران، عکس اون بیمار روانی لبادکار روشه، اون پول نیست که، اون کاغذ باطل است. کاغذ باطل است. اون. هی هم رقمشو میبرن جلو. یه مش پول ریختن تو دست والتون، یه ماشین چاپم که عرازت زوشای بزرگ تازه اون خرید، چون پولای ما رو انگلیسا چاپ میکردن. بذید نگاه کنم پولای اون احمد ولگرد قجر رو روش زده بود بانک شاهی، اونا رو انگلیسا چاپ میکنن، علازت بود که رضا شاهی بزرگ بودن که این چاپ پولو برای ما آوردن. اسکناس در ایران در دوران رضا شاه چاپ شد، استقلال ملی ما در اون دوران بود با تاسیس همون بانک ملی. چاپ کنم گشتم اون پایین و یه مش کاغذ هم ریختن و تق و تق و تق دارن میزنن بیرون، 100000 تومانی، 15000 تومانی، 80 میلیونی، مهم نیست، نمیفهمن که وقتی رهبرش میگه اقتصاد مال خراست، با شما با کی طرفید؟ دور از جون خر، با عرض پوزش از حضور همه خرهای محترم جهان، با یه مش یابو شما طرفید. پولو چاپ میکنید دست مردم، مردم دلشون خوشه، اون بقیه از مردم که هنوز نمیخوان خواب بیدار شن، خودشون به خواب زدن، والا ما نه صرفی ازیم نه تایب، بذار ببینیم چی میشه، این بحث بذار ببینیم چی میشه. دلم نمیاد بگم اون بخش خائن، پولو ریختن دست بالا، اون هم دلشون خوشه، ای ماشین من دیروز 50 میلیون تومان بود، الان مثلا شده 500 میلیون تومان، ای حسن آقا خونم دیروز 1000 میلیارد تومان بود، الان شده 800000 میلیارد تومان. بله رقمه بالا رفته، خدا نگار داره. خانم اکی بنایی رو یادم افتاد، میگفت فهمه بره بالا، رقم بالا رفته ولی چیزای دیگه هم بالا رفته، فقط خونه تو گرون نشده، ماشین تو گرون نشده، خونه که دیروز مال تو 1000 تومان بوده حالا شده 100000 تومان، قرص آسپرین که بیرون 100 تومن بوده اونم شده 1000 تومن. تازه اگه گیرت بیاد اون قصه، اون گچ دارن بهتون میدن، دواهای سرطانزا دارن بهتون میفروشن، از در همون مملکت کارخونهش داره دواهای سرطانزا بهتون میده. کی میخواد شما ملت تکلیف روشن کنید؟ من یکی واقعا کف کردم، من واقعا ندیدم، معذرت میخوام، من قراره با شماها با صداقت حرف بزنم، صداقت وقتی تو کار نباشه کار تمومه، از بس بهتون دروغ گفتن حرف آدم راست هم باور نمیکنید.
باید صداقت تو کار باشه. تا زمانی که صداقت تو کار نباشه آش همینه کاسم همینه. تا زمانی که صداقت تو کار نباشه یه عده میان هم توی میشن چاخان پاخان بهتون میگن، روح بهتون میگن، هر روز یه بامبولک بازی براتون در میاره. پس من با صداقت دارم باهاتون حرف میزنم. هیچ ملتی در دنیا به مانند ملت بزرگ ایران، ملت شریف ایران، ملت بسیار بسیار دوست داشتنی ایران، مردم ایران مردم خوبی هست. ما یکی از بهترین ملت های جهانی، من اینو بدون تعارف بگم چون تجربه 32 سال خارج از کشور رو دارم، خیلی کشورها هم دیدم، نه فقط رفتم توش اومدم بیرون. من خب اکابر که میرفتم رشتم جغرافی و تاریخ بود، رفتم و دوست دارم ببینم چه خبره. همتون نرفته فقط آمستردام و بیام اونو مردم هلند چی هم چه جوری هم. ملت ایران یه ملت خوبیه، یه ملت شایسته‌ایه. من حیرونم که این ملت شایسته متمدن، یک ملت بسیار با کلاس با شخصیت، چطور تا این لحظه داره کولی میده با آخون، با داشتن اعلیحضرت رضاشاه دوم پهلوی سوم خدایش من موندم. ما اگر شخصی مثل اعلیحضرت رو نداشتیم، آره آقا من دنبال کی بیفتم؟ ننه مریم، سوسکل ملوک، ابولی بنی سگ که بخوش پوشک میبنده، خب نه برم دنبال کی بیفتم؟ کسی رو ندارم. فعلا مجبوریم با این اراذل و اوباش کنار بیاییم تا بالاخره یکی پس از دیگر، این هم که عمرشون همه بالای 97 سال دیگه، بالاخره سقط بشن و از دلش بالاخره یه پاسدار حشمت الله تبرزدی، یه آقا جری، نمیدونم تاجزاده، یه دن از همین اراذل و اوباش، همینه که خیلی دوست دارم به پست و مقام برسن، یا در حد خیلی خوبش مثلا حسن صدقه خور که حالا خارج از کشور اونم، حالا این مهره جدید اینه، حالا این داره جفتک میندازه، حالا اکبر گرجی رو زدیم داغونش کردیم و محسن ملخ رو خوابوندیمش و علازر و باباش رو خوابوندیم، حالا این اومده داره این وسط چهار را دوم تکون میده، این هم میخوابوندیمش. ما دست به خوابوندنمون گوده گوده، مثلا این دیگه یواش یواش شده کار ما، هر از چنگای یه خانی بلند میشه دوتا میزنیم رو سرش دوباره بلند میشه، بستگی به مقاومتش داره، این زیاد از مقاومت نمیکنه، دو تا کشتی که میخوابوندیمش. من واقعا حیرون شما ملتم، شب میخوابی صبح بلند میشه آقا بله ماست ارزون شد، آقا همه بریم ماست بخریم، من چقدر میخوام بشین ماست بخوریم، آقا دلار اومد پایین، آقا بریم بخریم، آقا بریم بفروشیم. ملت ایران از این بازی ها بیاید بیرون، کار فرقه تبهکاران تمام شده. خواهش میکنم این حرف بنده رو همین یه جمله رو ضبط بکنید بذارید یه جای گوشه خونتون، هر روز صبح که بلند میشه این تیکه صدای منو گوش کنید، کار فرقه تبهکاران تموم شده. آقا ما شکایت کردیم از آمریکا، رفتیم دیوان دادگاه لاهه، لعنت به پدر مادر دیگه نری علی شیری، چه غلطی کردی؟ چی گفت دیوان دادگاه لاهه چی بهت گفت؟ آقای آمریکا بله تو رو خدا گناه دارن، اینا رو اینجوری تحریم نکن. منو تو حرم چیکار کردم؟ گفتم بهتون دارو نمیدم، غذا نمیدم، گفتم شما تروریستی، اینو گفتین؟ آره خب بس اسکیموزی، خب چه غلطی کردین تو دادگاه لاهه؟ هیچ. اینا دارن نفسای آخرشون رو میکشن، اصلا نفسی دیگه در یدی که شما میبینید اسمش جمهوری اسلامیه، این مرده است. هر از جنگای پوتین، ترزا می، انگلا مرکل، ماکرون هی میرن تنفس مصنوعی به این مرده میدن، دهنشون هم انقدر بوی گند میده چون تبدیل به یه لاشه شده دیگه، بوی گند میده، این لاشه جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکاران بوی گند گرفته، بوی لجن گرفته، به خدا لجن هم خوشبوتر از ایناست. اونا میخوان بهش تنفس مصنوعی بدن، حال اونا به هم میخوره میکشن کنار، هیچ جوری دیگه نمیتونید جمع کنید فرقه تبهکاران، خودشونو نمیتونن جمع کنن به هیچ طریقی، چه جوری خودشون جمع کنن؟ آقا جان اگر همین الان ملت ایران همین الان، من عرض کردم بنده ریاضیم از صفرم اونورتره، صفر خودش عدده، من نه اقتصاددانم نه تحلیلگر مسائل سیاسی هم نه تحلیلگر مسائل اقتصادی هم، ولی خنگم نیستم، بی سواد هستم ولی خنگ نیستم. ملت ایران جمهوری اشغالگر اسلامی اگر همین الان تمام دنیا هر کس یه چمدون پول دلار وردارن بیارن بذارن تو تبیله رهبری، اقتصادش تمومه، ورشکسته شده، نمیتونه روپاش بیسته، تموم شد. کار یک قرون دوزار نیست، کار این نیست که بگیم حاج آقا پشملی قلی خان نمیدونم تو بازار صنف چی بودم کیسه فروشی داشته سنگ پا میفروخته ورشکست شده، بریم گلریزان بکنیم یه 300-400 میلیون تومان پول بریزیم تو دست اوش دوباره
بیاد رو پاش. کار میلیاردها دلار پول، هیچ کس برای این اراذل و اوباش ترم خورده میکنه. اینا اعتبار یه دلار تو دنیا ندارن. کار به جایی که ده چابهار رو داره دو دستی میده به هند که داد. خلیج همیشگی فارس رو با تمام مخلفاتش، ماهیش و جزیرهش و صدفش و مرواریدش و امنیتش، همه رو داد به چین که داد. دریای مازندران رو داد به روسیه که داد. خاک و فروخ به امارات که فروخ. گاز و شیرش گشتاز به ترکیه میگه مفت بخور که داره میخوره. خاک و فروختن، کور رو فروختن، همه چی رو فروختن، چیزی دیگه ندارن بفروشن. مثل اینکه بنده کتمو بفروشم تمام کریدیت کارتاهام پر بشه، یک قرون پول تو حساب ندارم، کتمو بفروشم، شلوارمو بفروشم، کراواتمو بفروشم، پیراهنمو بفروشم، کفشمو بفروشم، لباسامو بفروشم، زندگیمو، هیچ چی دیگه ندارم، لختم چی ب... یه راه دیگه دارم خودمو بفروشم، ولی کی منو بخره؟ از این مثال ساده تر میگم آقا با مردم. ببینید بعد جلو تلویزیون ها میان به شما چی میگن؟ چرت و پرت. یارو میاد میگه من پروفسور اقتصادم، یه تا خرخره ویسکی خورده میاد پرت و پلا میگه. بابا مردم ساده صحبت کنید، نیاد اینقدر سوادتون رو به رخ ملت بکشید. با مردم طوری صحبت کنید. ما مخاطبینمون ملت ایرانن، نه یه طبقه خاص. من فقط با اساتید دانشجو که صحبت نمیکنم، با دانشجو که حرف نمیزنم. الان پای این تلویزیون راننده کامیون هم نشسته، راننده تاکسی نشسته، نونوا نشسته، همه تو نشستن رو نگاه میکنن. با مردم درست صحبت کنیم. ملت جمهوری اشغالگر اسلامی تموم کارش، تموم شد. من نمیدونم به چه زبانی باید بگیم. شما به جایی که دنبال این بازی رو بیفتین، منتظر فرمان نهایی باشید. ما دیگه همه چی رو نمیتونیم بگیم آقا جان. دنبال این بازی ائتلاف و بازی رو نمیدونم اتحاد و بیا بریم زیر لحاف و اینا بازیه. میرید توی تویتر اعلیحضرت شاهزاده، آیا شما شکم گشنه خوابیدی؟ خواه احمق، این طرز صحبت کردن با شاه مملکته. آخه من نمیفهمم شماها عربیاتتون چرا اینقدر نزول کرده، چرا به این درجه افتادید؟ شما حرمت بزرگترتون رو نگه دارید، حرمت یه انسانی که موهاش سفید شده، چرا اینقدر بی حرمتی برخورد میکنید؟ ملت ایران، برگردید به هویت خودتون، برگردید به اون ذات و اون خمیره خودتون. ما یه ملت با شخصیتی هستیم، ما یه ملت بزرگی هستیم، ملت متمدنی هستیم. ما یهودیان رو از زندان بابل نجات دادیم در اوج بربریت بشری. ما ملتی هستیم که تمام قبایل وحشی و نیمه وحشی رو در اون منطقه متحد کردیم، به همه زبان پارسی یاد دادیم، همه رو آوردیم زیر یه چتر. از دل ملت ایران سعدی، حافظ، خیام، هزاران هزار انسان شاعر، نویسنده، پژوهشگر، دانشمند، هزاران اندیشمند اومده بیرون. مگه خیام کنید فردوسی کم شخصیتی بود؟ خیام مگه کم شخصیتی بود؟ تو همین 100 ساله اخیر بزرگی مثل علامه دهخدا ما دادیم بیرون، بزرگانی که هنوز دنیا داره با اون حالت علمی داره با به چشم اینا نگاه میکنه. مگه رازی کم آدمی بوده؟ بابا این از ملت ایران هم. چتون شده؟ چه بلای سرتون اومده؟ مسئله دو تا چهار تا حل کنید، بریزید تو خیابونا کارو تموم کنید. آقا رضا چجوری بریزید تو خیابونا؟ ای بابا میخوام میگیم آقا برید بالای پشت بون، نه یه نفر دو نفر، برید بگید جاوید شاه من ازتون خواهش کردم. وقتی به ما میگید آقا به ما راهکار بدید، آقا جان نه به اسم من، اینقدر اسم منو نیارید، نه بنویسید رو در دیوار، نه اسم منو بیارید. فقط دو خواهش من ازتون خواهش کردم، دو تا کار بکنید، جاوید شاه، رضا پهلوی، تموم شد. همین. این کار سنگینیه؟ اون رنگم اینقدر خرابش نکنید، مصرفش نکنید رو در دیوار. مرگ بر خامنه ای، شاهزاده رضا پهلوی، بیا ایران. نمیخواد اینا رو بنویسید. رضا پهلوی، تموم شد. پخش کنید اسمشو تو ایران، پخش کنید عکسشو، بکنید. اگر گوش میخواید به من بکنید، بکنید این کارا رو، بکنید تا ببینید یکی دو ماه دیگه آخر عاقبت کار چه خواهد شد. بنویسید جاوید شاه، بنویسید رضا پهلوی، همین، تا شاه مملکت برگره کارو درست کنه. ایشون منتظر شماست، بس شما منتظر ایشونی؟ از بانو سارا خواهش میکنم فایلو پخش کنید. من سپاسگزارم از همه عزیزانی که در ایران میرید پشت بام ها، مینویسید تو در دیوارا و دارید فعالیت میکنید. سرد نشید، ادامه بدید، ادامه بدید. بازم خواهش میکنم اسم هیچ کس رو نیارید،
فقط رضا پهلوی وارث تاج و تخت و سلام. ما همه سربازیم، ما فقط یک نفر رو داریم نجاتمون بده، بجز این آقا هیچ کس ما رو نمیتونه نجات بده. دنبال هیچ بازی نروید ملت ایران، ما فقط پادشاهمون رو میخوایم، همین. این آیا این درخواست ایست؟ آیا این هر چیز زیادیه؟ این آرزوی زیاد؟ نه، ما یک اشتباه تاریخی کردیم، میخوایم اون اشتباه تاریخی رو برگردونیم. اون نفس کرد، من کردم، تو کردی، اینا میره بازیش برای بعد. علازت برگردونید، اینقدر دنبال این بازی رو ندین. عرض رفت بالا، برنج اومد پایین، اونو گرفتن زندانی رو آوردن، نسرین ستوده پرید، پناهی جفتک زد، اون یکی قش کرد، اون یکی رفت زیر لا. اصلا تو این بازی ها نرین. تنها ره رهایی بازگشت پادشاهی است. رضا شاه کجایی؟ به داد ما بیایی. جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه. تموم شد. هویت ملی یعنی پهلوی. تموم شد. بانو سارا تمنا میکنم از حضورتون. اینجا استان کرمانشاه، ساعت 3 بامداد، کرمانشاهان در بخش جعفرآباد پیام دارم برای مردم ایران، مردم غیور ایران، مردم ایران. تا کی سکوت؟ ما پهلوان اسقر نعوی پور را داشتیم. مردم ایران، این سکوت چه معنایی دارد جز خیانت؟ با میهن پرستان هم صدا شوید، تکرار کن جمهوری اسلامی انتخاب من نیست. جاوید شاه، رضا شاه، ما زن مرد جنگی، به جنگ تا به جنگی. به کوری چشم دشمنان شاهزاده، شیعه و سنی برادرند، به کوری چشم دجالان. درود بر شاهزاده رضا پهلوی. میکنی همون جمله رو نوشید، جاوید شاه رضا پهلوی، باریکلا، همینه، همینه. ادامه بدید، مردم به شما میپیوندن، همیشه همین بوده. شروع یک انقلاب. میخواستم مطلبی رو عرض کنم. من دیشب یا پریشب یکی از دوستان من از همین آلمان به من زنگ زد و گفتش که ادهی همینطوری دارن هزار محبت میکنم به تلویزیون، دستتونم درد نکنه. من شخصا تشکر میکنم از لطف و محبتتون و گویا حالا یه نفر دو نفر نمیدونم لطف کردن قالی فرستادن، گویا قالیچه فرستادن، عرض کنم، برای تلویزیون و اسم من آوردن. من سپاسگزارم، نمیدونم کدوم یک شخصی بود، کدوم آقای یا خانمی بوده، به هر کدوم از شما میان پرستان بودین، دستتون درد نکنه. من شخصا ازتون خیلی سپاسگزارم که در این مدت کمی که من اینجا در خدمت هستم اینقدر تونستم این اعتماد رو در شما به وجود بیارم که به من سرباز این احترام رو بذارید، این لطف و محبت رو بکنید. خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که من لایق این همه محبت شما عزیزان باشم. بی نهایت سپاسگزارم. یه لحظه یاد رضاخان فاضلی افتادم، روحشون شاد، که ایشون بر این اواخر برای ادامه برنامه خودش کتاب میفروخت. وای بر ما، وای بر ما که قدر این بزرگ مرد رو ندونستیم و جاش چقدر خالیه، واقعا چقدر خالی. من افتخار میکنم که شاگرد 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 استاد رضاخان فاضلی بودم و هستم و خواهم بود و تا روزی هم که زندم افتخار میکنم که همیشه شاگرد بمونم. به قول همراز عزیزم جناب نوذر که همیشه میفرمایند تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی نادانم. من هیچی نمیدونم جز یه چیزی، جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه و بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به رهبری اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم، کوروش زمان به خاک پاک ایران. همینو بس. ما دیگه بعد ماموریتمون تموم شده و میریم دنبال کار و زندگی خودمون. همیهنان عزیز، خانم و آقایون، فرقه تبهکاران به لبه سقوط رسیده، کارشون تموم شده، کارشون تموم شده. ببینید به چه روزی افتادن، به چه بدبختی افتادن که دارن میگن هر کسی، هر خارجی بخواد بیاد اقامت ایران رو بگیره
$250,000 پول بده تا ما بهش اقامت ایران رو بدیم. وقتی که یک حکومتی خودش مدینه اعلام میکنه، بعد شما چطوری اعلام میکنید میگه که آقا دلار 20000 تومان شد 10000 تومان شد؟ اصلا میدونید چیه؟ شما فرض بفرمایید دلار همین الان که بنده در خدمتتون هستم همین لحظه دلار همین الان بشه 7 تومان، بشه دوران زمان شاهنشاه، یه تومان 7 تومان بدی یه دلار بگیری، به خدا کارشون تمومه. خانه از پای بس ویران است، تمام جهان به روی اقتصاد میچرخه عزیزان من، اقتصاد ورشکسته شده، اینها هیچی ندارن برای تولید. ببینید همینان عزیز، کشوری که تولید نداشته باشه اون کشور محکوم به فنای وابسته میشه. من میگم کشور مقصود لوکزامبورگ نیست، مقصودم مثلا فرضاً موناکو نیست، مقصودم کشوری مثل مثلا آندورا یا لیختنشتاین، این کوچولو موچولوی آشیخای اروپا، اینم شیخ به خودشون حالا میگن دوک نشین یا شاهزاده. من مقصودم مثلا یه کوچولوی آقا پسر کوچولوی مثل واتیکان نیست، سان مارینو نیست. ما این راجع به کشوری صحبت میکنیم که کشوره، میگه من نفت دارم، گاز دارم. ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که چیزی که تو زمینش میاد بیرون میده به این و اون، ازش آلمان و ژاپن میاد بیرون. ایران باید تولید کننده باشه. چرا شاهنشاه آریامهر میرفت کارخونه ذوب‌آهنو تأسیس میکرد؟ چرا شاهنشاه اصرار داشت که کارخونه تراکتور سازی داشته باشیم، ماشین سازی داشته باشیم، آلومینیوم سازی داشته باشیم؟ چرا اعلیحضرت دستور میدادن که از مثل کرمان باید به سبک صنعتی بهره برداری بشه؟ چرا بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در آبادان تأسیس شد؟ چرا اعلیحضرت میومد تو کرمانشاه، در اهواز، در تهران، در حالا هر کجایی که منطقش مناسب بود پالایشگاه میزدن؟ چرا اون همه کارخانجات اطراف تهران درست شد؟ از کارخانجات شکلات سازی بگیری تا ایران ناسیونال، پیکان بگیری تا لوازم خانگی بگیری تا نمیدونم هر چی که شما حساب شد. چرا علازد این کار میکرد؟ به خاطر که تولید داشته باشه مملکت، مملکتی که لوازم خانگیش، لوازم بهداشتیش، داروش، دواش، حتی رفته رفته ما داشتیم خیلی از وسایلی که ارتش بهش احتیاج داشت خودمون درست میکردیم. ما کارخونه داشتیم تسلیحات سازی که مثلا نارنجک درست میکرد، داشتیم هلیکوپتر سازی درست کردیم، هلیکوپتر داشتیم میزدیم، اسلحه سازی داشتیم. خب چرا این کارو میکرد؟ اولا این تولید اشتغال میکنه، کار به وجود میاد، دوما کشور وابستگی کم به خارج میشه، سوما ارز مملکت دو داخل کشور میمونه. با در دست داشتن اون ارز، در دست داشتن اون پولی که ما قراره بدیم به امریکا، ازش مثلا بریم فشنگ بخریم، حالا هر چی بریم بخریم، اونو میتونستیم بریم بزنیم به یه زخم دیگه‌مون. ما هیچی نداریم تو ایران، یه دونه تعارف. این چهار تا چیزی هم که شما تو ایران اسمشو گشتی کارخونه تلق تلق داره میکنین، کارخونه زکا چه کارگاهه؟ چهار نفرم اون بدبخت اون کارگر اونجا دارن دورن دیگه قرنون زده غم دیگه میرن. وقتی مملکتی که میگه، خودش میگه، من که نمیگم، میگه آقا من 10 ماه به کارگرم حقوق ندادم، کارگر میگه آقا من 2 سال حقوق نگرفتم، 6 ماه حقوق نگرفتم، 8 ماه. خب این یعنی چی؟ یعنی تولید در کار نیست. کامیونداری که امروز میاد دست به اعتراض میزنه، دست به اعتصاب میزنه که درود به شرفتون و بچا ادامه بدید، ادامه بدید کامیون دارا، باریکالله. من میدونم چقدر براتون سخته، ولی شما میدونید فلج کردید مملکت رو. راننده های تاکسی، عزیزانی که تو مترو کار میکنید یا تو ایستگاه های قطار ران کار میکنید، بپیوندید به همکاران خودتون، وسایل حمل و نقل رو از کار بندازید، اعتصاب رو شروع کنید. الان یه اعتصابی گویا از هفته آینده قراره 15-16 مهر ماه شروع بشه، بپیوندیم به این کار. شرکت نفت چرا نشستی؟ شرکت گاز چرا نشستی؟ شرکت برق، شرکت آب چرا نشستی؟ سازمان آب و برق چرا نشستی؟ چرا نشستی؟ منتظر چی هستی؟ منتظر چه معجزه‌ای؟ آقا رضا نریم سر کار، بهمون حقوق نمیدن. الان که رفتی سر کار حقوق میدن، کجای دنیا رو گرفتی؟ با حقوق فقط چیکار کنی؟ یکی رو گوجه فرنگی بخری؟ روب گوجه فرنگی افغانی بخری؟ چی می‌خوایم بخری؟ چجوری می‌خوای زندگی کنی؟ بابا این دندون فاسد شده، بکنش بنزش بیرون. یه ما دو ما بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره. رضا پهلوی وارث تاج و تخت برگرده، مملکت آباد میشه و تو کارمند دوباره به شرافتت میرسی. دیگه نمیشینی پشت میز از مردم بخوای باج سیویل بگیری که کار زندگیت را بیفته. نه کسی دیگه باج میده، نه کسی دیگه باج میگیره. برگردیم به هویت ملیمون بابا، بی آبرو شدن تو دنیا. سریال دارن عربا برامون درست میکنن، زنامونو به مسخره گرفتن، جوانامونو به مسخره گرفتن. عرب داره به ریش من و تو میخنده، ترکیه داره به ریش من و تو. آخه ما لیاقتمون اینه که بریم ترکیه بریم مسافره، که مثلا فلان مرد شور برده مطرب از لس آنجلس بیاد مثلا برای قیافه نزه اونو ببینم؟
من خودم چلاقم مملکتمو درست کنم، دوباره برم مثل آدم بشینم تو کاباره خانه نفسم بخونه ویسکیمو بخورم جوری کبابمو بخورم. تموم کنید کارو ملت. یه نفر فقط نیاد بگه جاوید شاه. 80 میلیون آدم، من واقعا موندم. 80 میلیون آدم، 8000 تا آدم با غیرت نبود؟ اون وقت ما میگیم آقا 999 نفر مثل من پیدا کنی. واقعا به حال این مملکت باید جدیست که من بیام اینجا بگم 999 تا مثل رضا احمدی پیدا کنی؟ تا در عرض یک ماه آخوند رو بکشی پایین؟ جلوی دوربین دارم میگم یک ماه 999 تا مثل من نبود؟ 1000 تا سرباز توی مملکت نیست؟ تدریب رو روشن کنید بچه. این چه کاری برای خودتون درست کردین؟ هر روز یه بامبول، هر روز یه پدر سوخته بازی، هر روز یه شارلاتانی زن سرتون پیاده میکنن. به ناموس متجاوز کردن، بچه همونو بردن فروختن، جوانامونو کردن دسته دسته تو زندان ها، تجاوزشون کردن، کتکشون زدن، فلجشون کردن، کورشون کردن، دست قطع کردن. به خدا من موندم چی این همه بلایی که به سر ما اومد. اگه به سر مردم اوگاندا آورده بودن، مردم اوگاندا بولا میشدن کل آفریقا رو مال خودشون میکردن. آبرومون رفت تو دنیا. از اون طرف جهان از شیلی و آرژانتین به ریشمون دارن میخندن تا ژاپن و کره، از نروژ به ریشمون میخندن تا ترکیه. آخه ما آدمایی بودیم که بریم علاف دبی بشیم؟ ما ملتی هستیم که بریم دم سفارت پاکستان و ترکیه صف بکشیم؟ ما ملتی بودیم که عشقمون این باشه بریم هند؟ بریم چین؟ ما ملتی بودیم که فوتبالیست مملکتمون بره روسیه فوتبال بازی کنه؟ ما به این درجه از حقارت باید برسیم؟ بعدش هم هرچند میگیم آقا نشستید خارج از کشور، میگی لنگش کن. من الان اینجا نشستم میگم لنگش کن. خب منم دارم با جونم بازی میکنم، شما خواهی کنی به ما رو تهدید نمیکنی؟ حالا ما هر روز باید بیمیشه بگیم آقا جان یه عده‌ای به عنوان میهن پرست بالاخره باید سینه سپر بکنم. فردا این تاریخ از ما خیلی چیز بد مینویسه. من نمیخوام جز اون آدمایی باشم که تاریخ راجع به من بد بنویسه، بگن مردان ایرانی بی غیرت بودن. من ثابت کردم آدم بی غیرتی نیستم. من ثابت کردم آدم ترسویی نیستم، ریقو نیستم. وایسادم دارم میگم مرگ بر جمهوری اسلامی، لعنت به روح خمینی، جاوید شاه. آقا اگه مردی به تو ایران بگو، به شرفم قسم من تو ایران بودم جز اونایی بودم که امشب برم بالا پشت بون اینو بگم. این حداقل ترین کاری بود که میکردم. هر شب هم میرفتم، من راهشو پیدا میکردم. چرا میذارید انقدر تو سرتون بخوره؟ پاسدار کیه که تو رو تو خیابون میزنه؟ چرا اجازه میدید 4 تا چلخوزه بسیجه هر غلطی دلشون میخواد بکنن دختر مردم رو کیسشو بگیرن بکشن تو ماشین چنان بزنیمشون که بلند نشن؟ به جای که دوربینو گرفتی داری فیلم میگیری برسین سرشون بزنید چک و پچشون رو یکی کنید. چقدر دیگه باید این کتک میخورید؟ تموم کنید کارو. حالا من به شما قول میدم بازی دلار رو دیدی؟ بازی بعدی رو نمیگم بهتون چه بازی، بازی بعدی رو خواهید دید چه بازیه. این اراذل اوباش، این فرقه تبهکاران برای به مسند و در مسند قدرت ماندن اگر لازم باشه مطربای لس آنجلسی رو میاره تو تهران براتون آواز مراکشتی رو بخونن. مگه نکردن تو کیش؟ مگه فریدون فروغی رو نبردن تو کیش گفتن بخون؟ اون شروعش بود. اینها به خاطر حفظ بقای ننگین خودشون دست به هر کسافت کاری میزنن. دیدی تاسوها آشورا رو چه کار کردن؟ رسمن و علنا تو خیابون کنسرت براتون گذاشتن. شم رو دیدی چجوری بشکن میزد که سر حسین رو بریده؟ خودشون تو مراسم خودشون، که من دروغ نمیگم، که شم با آهنگ بابا کرم داشت میرقصید. من هنوز ویدیوشو دارم، میخواد به بعد وقت کنی فیلمشو دارم. اینا به خاطر حفظ بقای خودشون اگر لازم باشه به مانند 1400 سال پیش همون قرآنی رو که نونشو میخورن که میگن کلام خداست، قرآنو سن نیزه میزنن، یه شرابم میگیرن تو دستشون. به شرفم قسم از این جماعت آخون شالاتانتر، از اینا پدر سوختر، بی پدر و مادرتر، بی حیثیتتر، بی شرفتر، هفت خطر خدا نزایده. من مطمئنم اون موقعی که از دستگاه الهی، از ماشین دستگاه الهی همینطور آدم ها داشتن به انواع و اقسام میمدن بیرون، خدا 100% خواب بوده که این ارازل و باش اومدن از اون ور دنیا اومدن بیرون. از اینا پدر سوخته تر خدا نزاییده، دسته به وجود نیومده.
اینا هزار و یک پدست سوخته بازی تو آستینشونه. دنیا الان با شماست. بیا ببین وزیر امور خارجه امریکا داره به چه زبانی داره میگه، رئیس جمهور امریکا به چه زبانی بگه، رهبران اسرائیل به چه زبانی دیگه بگن. ملت ما با شماییم. تمام زمینه جهانی آماده است. انگلستان کیه غلط کرده؟ انگلستان خودش هشتش گره نوشه. روسیه که روسی کسی نیست، تا خرخره خودش تو بدبختی خودشه. اینا از صدای دهل از دور شنیدن خوش. از فرانسه کیه؟ آلمان کیه؟ امریکا تموم کرد کار اینا رو. به اینا گفت فرقه تبهکارانی، به اینا گفت شما رژیم تروریست و تروریست پروری. ولی امریکا نمیتونه بیاد برای شما کودتا کنه. امریکا ارتش نمیاره تو ایران، ارتش تویی. تو باید بلند شی کشور رو نجات بدی. تو یه جوون، به جای که بشینید انقدر تو تلگرام و اینستاگرام با هم چت بگید آقا رضا اونجا نمیدونم مصاحبه کنیم اونجا صحبت کنیم، اینا فایده نداره. من اونجا هم بیام همین حرفا رو میزنم، حرف جدیدی ندارم بزنم. چیکار کنم؟ بهم چی بگم بهتون؟ بلند شید ملت، تکلیف رو روشن کنی. تو خانومی که اونجوری تو مترو وای میسه جلو اون فاطمه کماندو، بلند شید زنای ایرانی، بلند شید، بلند شید بگی خانوم داره درست میگه، خفه شو، خفه بمیر. تو غلط میکنی بگی بانو ایرانی توهین میکنی با اون قیافه، مردشون قیافته ببرم. با این لحن، با این ادبیات با اینا صحبت کنی. با هر کسی باید به اندازه شخصیتش باهاش صحبت کرد. میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. ما باید بدونیم این سخن رو کجا باید بگیم، مکانمون کجاست. با هر بی سر و پایی که نمیتونیم بشین با کلاس باهاش صحبت کنی. شما برای اینا پپسی هم نباید باز کنی، آب لجن هم نباید واسه اینا بریزی تو جوب. یه کسی نیستن اینا، یه مش روزخان و زیارتنامه خان و جنگیر و فالگیر و دعانویس و کیان اینا. در بهترین حالتشون کی بوده؟ آیت الله بروجردی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله نمیدونم طباطبایی، آیت الله زهرماری، کی بودن اینا؟ کیان؟ برید کتاباشونو بخونید. همش یا راجع به اینکه با شتر در وسط بر بیابون چجوری از شتره لب بگیرم، یا اینکه مرغو اول بخورم یا پلو رو دوم بخورم. همین دیگه مغزشون اینه دیگه. راجع به چی گفتن؟ فیزیک اتمی، شیمی، پزشکی، راجع به علم گفتن. بعد اینا بیان به ما حکومت کنن، وای بر ما، وای بر ما. خدا خدا وکیلی به شما بگم، من چقدر خوشوقت و خوشبختم که این لکه ننگ رو از پیشانی خودم پاک کردم. که روزی روزگاری اگر فوشی در کار بود که هست، بنده یه سند داشته باشم که من گفتم، ولی دستم تنها بود. من تنهای تنها، هیچ کسو ندارم، هیچ کسی نیست که با من هم صدا بشه. نمیدونم دیگه به چه زبونی بگم. یه مسئله هست آدم تو آینه نمیتونه به خودش بگه. یه ذره دیگه میشد کوپونم حرف بزنم، مافیای لس آنجلس همین دوزارم ازم میگیرن، همین که بیام با شما ارتباطم داشته باشم. نمیدونید چه خبره. یه جمله پایانی رو بهتون بگم از بچه‌ای که لطف میکنید صدا رو ضبط میکنید، کلیپ درست میکنید، این یه تیکه حرف منو ضبط بکنید، یک دقیقه است، اینو پخشش کنید، آهنگ و اینم نذارید روشا، همین خیلی ساده اینو پخشش کنید. مثلا دوست عزیزم سایت خود بچهای ایران میان پرستان خیام عزیز، ملت بزرگ ایران، این حرفی که بهت میزنم، اون روزی که بهش رسیدی، به این حرف من، روح پدر و مادر من یه خدا بیامرز به سبک خودتون بفرستید. نمیگم برید خورما بدید، بگید روح پدر مادر اون رضا احمدی شاه. اگرم این حرف من اشتباه کار در اومد، هر چه دل تنگتون میخواد به خودم بگید، اگه خدا هم دیدی یکم تو گوشم بذارید. ما نشستیم و داریم به عوامل بدبختی خودمون امتیاز میدیم، چه در داخل چه در خارج. کسانی که ما رو بدبخت کردن تو کنسرتاشون میریم و براشون دست میزنیم. کسی که میاد جلو دوربین میشینه میگه برای من مهم نیست وسط پرچم چی باشه، میریم تو کنسرتش. همین کار رو با هم داریم میکنیم. کسانی که سرمون رو کلا گذاشتن بهشون زنگ میزنیم میگیم درود به شرفت. ملت به خودتون بیایید، به خودتون بیایید. انسانهای صادق و انسانهای باشرف رو ساپورت کنید، نه انسان‌هایی که شرف و حیثیتشون رو فروختن به جمهوری اسلامی. 99% وابسته هستن. ما مرده، شما زنده. شاد و پیروز باشید. تا جمعه. بازم سپاسگزارم از همه شما عزیزان. بچه‌ها دستتون درد نکنه، خسته نباشید، ادامه بدید. بچه‌ها متشکریم، دم همتون گرم، کارتون درسته. هر ایرانی که در راه نجات ایران و بازگشت نظام پادشاهی قدم برداره، درود به شرفش، شیر مادرش حلالش باشه.
پاینده ایران جاوید شاه، ما زن و مرد جنگیم. علی شیره‌ای، به جنگ تا به جنگیم. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه. شاد و پیروز باشید. سپاسگزارم همچنین از بانو سارا و شما عزیزان.